از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر الفت، سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به گزارشی که در رابطه با افزایش قیمت‌ها در ایران شنیدیم، تحلیل شما از عملکرد دولت جدید ایران در این رابطه چیه؟ بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان گرامی. ممنونم. ببینید، بحث تورم از یک سری اعداد و ارقام الان خارج شده و خب همونطوری که قبلا هم یک سیاست مدارا گفته بودون، تورم رو هر فرد میگر از در خونه میاد میره بیرون و یه ساعت ماست هم میگیره، این رو احساس میکنه. ببینید، ما در سالهای بعد از انقلاب تورم انتظاری داشتیم بین 10-15%. خب مردم گفتن و هر سال 10-15% قیمت ها میره بالا، اجاره میره بالا، نرخ مواد غذایی و خدمات و غیر زالک. این تورم که سالهای بعد کم کم به 20%، 25% و بالاتر رسید. الان همین تورم مثل هم میوه ای که بازار تهران مردم میخوان تهیه بکنن، میگویند هر نیم کیلو این مقدار از یک کیلو تغییر پیدا کرده، نیم کیلو تورم هم به نیم سال رسیده. متاسفانه ما داریم هر نیم سال 30-35% تورم رو تجربه میکنیم. شاخص های نمیدونیم گذاشته شده، شاخص مدیران خرید و غیر زالک، برای اینکه به این توجیه کمک بکنه. متاسفانه اتاق بازرگانی با شاخص مدیران خریدش داره اون به عبارت آمادگی رو برای پذیرفتن تورم ایجاد میکنه. میگه که حالا در تورم تولید کننده مثلا داره اینقدر میره بالا، 6 ماه دیگه این در بازار مصرف اثر میذاره. این رو حالا ما به نوعی اگر بخوایم تورم رو معنی دیگری بهش بدیم، مالیاتی است که داره دولت از جیب مردم برداشت میکنه اضافه بر مالیاتی که داره بر درآمدشون میگیره. یه خورده بی‌محاوا‌تر بخوایم بریم اینجا جلوتر، میگیم آقا این دزدی هستش که داره دولت و حاکمیت داره از جیب مردم میکنه. اگر یه نگاهی بکنیم، حدود 80% اقتصاد ایران و شاید بیشتر، به قول بعضی از دوستان که اعتراض میکنن به این 80%، که من میگم 70-80%، اونا میگن و بیشتر، دولتی، شبه دولتی، خصولتی و متعلق به حوزه نهادهای رهبری و حاکمیت هستش. چه کسی سود بیشتری از این تورم خواهد بود؟ خب قاعدتاً این حوزه به عبارت اقتصادی که در اختیار دولت و سازمان‌های شبه دولتی و شبه دولتی و خصولتی خواهد بود. یه جاهای فرض کنید شرکت‌های ستاد، خرابگاه، خاتم، بنیاد، مثلا علوی، فؤاد، ری، غیر وزاله. ما ظاهراً در بازار علل خصوص مواد غذاییمون، مثلا همون بازار روغنی که تو گزارش بهش اشاره شد، لبنیات، مثلا ماکارونی، برندهای مختلفی داریم، نامهای تجاری مختلفی داریم، ولی در واقع اگر نگاه بکنیم تو تعاریف بین المللی در حوزه بازار، ما یک بازار انحصار کامل داریم. یعنی تولید کننده های اساسی 10 تا واقعا بیشتر نیستن در همین حوزه. یعنی ما یک بازار حتی اولیگوپولی یا انحصار رقابتی هم نداریم، انحصار کامل داریم. حالا با نامهای تجاری مختلف میام اسم X و Y و Z میگذارن و عملا دارن اینو میگیرن. و توی چند روز اخیر هم ما این رو دیدیم، همین شرکت های مواد غذایی که خب اکثرا هم پای دولتی و حکومتی دارن قیمت ها رو میبرن بالا 30-35%. نیم سال دوم نزدیک شده دیگه، دارن همینجوری به پیشواز میرن. من قبل از سال هم تو مسابقه داشتم گفتم بعد از سال ما باید انتظار، بعد از حتی تعطیلی های عید، باید انتظار تورم 35% روز مواد غذایی داشته باشیم. یه مالیات ارزش افزوده هم اینجا شده به عبارتی زائد بر موضوع. وقتی قیمت ها 10%، 20%، 30% افزایش پیدا میکنن، مالیات ارزش افزوده که 10% هستش عملاً درآمد جلو جلوی هستش که به جیب دولت میره. حالا چرا این کار دارن میکنن؟ کسری بودجه، هزینه های نظامیگری، نهادهای امنیتی، فعالیت های آقازاده ها، کارهای به عبارتی نگیم حالا مثلا تروریستی، این کارهای انتقام جویی در سراسر دنیا از طریق نهادهایی که حالا در حوزه حکومت ما به وجود اومده، و به همین صورت بودجه های خارج از شمولی که ما در حوزه مواردی موسوم و امنیت داریم که بسیاری از اینها هم در حوزه‌های مختلف به هدر میره و مولتی میلیاردرهایی رو از ما درست میکنن که در ترکیه برج‌های آنچنانی درست میکنن و آقای به عبارت رئیس مجلس ما هم میره از اونجا خرید میکنه، چون به هر حال به نوعی سرمایه‌گذاری‌های داخلی ایران بوده و پول‌هایی که خارج میشه و به همین صورت میره. اینا همه تورم رو میبره بالا. نتیجه حاصلش چیه؟ نتیجه حاصلش همون چیزی که ما در چند روز گذشته تو بحث ثبت نام ایران خودرو دیدیم. پول از دست مردم به نوعی خارج میشه به وسیله تورم.
افزایش قیمت ها اتفاق میفته، رکود تورمی وجود میاد و باز مجددا تورمی ناشی از اون رکود باید به واسطه افزایش قیمت های تولید و هزینه های تولید ایجاد میشه و قیمت میره بالا. سودش به جیب کی میره؟ یه سری به صورت مستقیم از طریق مالیات ارزش افزوده و سود تورمی میاد میره به جیب به عبارت همون نهادهای 80%. از یک طرف دیگه قیمت ها دو سال در سال افزایش پیدا میکنه ولی دستمزد ها افزایش پیدا نمیکنه. قدرت خرید مردم، پی‌دی‌پی مردم میاد پایین و از این طریق باز هم یک سودی برای به عبارت نهادهای حاکمیتی، دولت ها و غیر مزلک به وجود میاد و این رو مردم کاملا حس میکنن و مردم از طبقه متوسط طبقه فقیر سقوط میکنن و این باعث میشه که اون چیزی که اونا احساس میکنن بنابر دیدگاه های سوسیالیستی حالا شوروی سابق، مردم در این وضعیت نسبت به عبارت مطالبه گری تمایل کمتری پیدا میکنن. در یک جمله میشه گفت دولت ها و حکومت ما به فکر خودش و ارضای منویات شخص به عبارت ولی فقیه در حاکمیت و نهادهای زیر مجموعش هستش و انتظاری نمیرود با آمدن دولت جدید تغییری در اینجا بشه. آقای پزشکیان خودشون فرمودن همونها رو میخوان اجرا بکنن، بنابراین هزینه های نظامی گری، امنیتی گری و کارهای عبارتی خارج از قاعده و غیر متعارف این نظام رو در سراسر دنیا باید بدن. ما تا آخر سال باید مجددا انتظار خواهیم داشت این نرخ تورم افزایش پیدا کنه. ببینید از سال 1400 تا نوروز 1400 نرخ کلی افزایش عمومی سطح قیمت ها از 399 رسیده به 1206، یعنی حالا یه چیزایی اومده پایین، چیزایی رفته بالا ولی جبران کرده. برای اینکه این رو در حوزه های انتظاری مردم تعدیل بکنه حاکمیت، حالا اومده چند تا رو برده بالا پایین، یه خورده ثابت نگه داشته و متاسفانه یک تورم پنهانی رو هم ما در مواد غذایی شاهد هستیم که کاهش به عبارت مثلا وزن نان، تعداد مثلا چند میلی لیتر از اون ظرف شیری که داره میاد، به همین صورت ما دیگه شیر یه لیترمون عادت کردیم که 800 میلی لیتر بشه و با همون قیمت در بیشتر هم پرداخت کنیم و این تورم پنهان متاسفانه تأثیر بسیار بسیار بدی در آینده اقتصادی کشور خواهد داشت که چشم‌انداز مثبتی هم دیده نخواهد شد. بله، تشکر میکنم از شما. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.